آرزوی هر انسان زندگی در یک محیط پاک و آری از هر گونه آلودگی است. اما خود انسان ها هستند که بزرگترین دشمن محیط زیست به شمار می روند. از این رو در کنار تلاش های حکومت، نهادهای مربوط، همکاری شهروندان افغانستان نیاز اصلی در کاهش اثرات تخریبی محیط زیست دانسته می شود. به گونه نمونه کابل پایتخت افغانستان با وضعیت اسفبار محیط زیستی روبرو است. آلودگی آب و هوا، نبود فضای سبز و صدها مشکل دیگر که مردم روزانه با آن دست و گریبان هستند. بر بنیاد گزارش ها افغانستان از جمله 10 کشور است که دارای آب و هوای آلوده می باشد. همزمان با آمدن روز جهانی محیط زیست، امسال تلاش ها برای مبارزه با آلودگی پلاستیک متمرکز است. در برنامه کنونی به بحث می گیریم که افغانستان از نظر وضعیت محیط زیستی در کجا قرار دارد؟ عوامل اصلی خرابی محیط زیست در افغانستان چیست؟ و راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت محیط زیستی در کشور چی است؟ مهمانانم در بحث حاضر آقایان کاظم همایون، رئیس برنامه های ریاست محیط زیست، محمد ایوب علوی، آگاه امور محیط زیست در برنامه های سازمان ملل متحد، صمیم هوشمند، آگاه امور محیط زیست و آقای نظیم ابراهیمی، معاون اداره تنظیف شهرداری کابل. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زود خوش آمدین. بحث آقای کاظم با شما آغاز میکنم. یعنی در قدم اول اگر یک بررسی کوتاه از وضعیت محیط زیستی در داخل افغانستان داشته باشین که در حال حاضر ما در چی یک وضعیت قرار داریم؟ اگر بیایم تقسیم بندی بکنیم که آلودگی ها در شهرها و روستاها را تفکیک بکنیم، ما میتونیم که آلودگی های شهری آلاینده هایی است که بیشتر منابع سیار در اونجا اثرات سوی خودم اندازه و مردم رنجور می سازه، در کل حیات رنجور می سازه و منابع طبیعی را تهدید می کنه، برای فرسایش خاک و همچنان برای حذف این رفتن گیاه ها تهدید جدی است. با توجه به اینکه شما می دانین که بیشتر از موتورهای ناموزون در افغانستان استفاده بیشتر صورت می گیره، کیفیت تیل خوب نیست و بیشتر افرازیات متساعد شدن سلفر میتونه تهدید جدی باشه. اما در روستاها باز بحث دیگه است که میتونه برای مادرها تهدید کننده آلاینده های داخل خانه باشه، با توجه به اینکه اونا از انرژی فسیلی و اینا استفاده میکنن، حتی از زغال سنگ، حتی از مواد ارگانیک از حیوانات اینا استفاده میشه که هم میتونه تهدیدات جدی داشته باشه. تشکر. آقای هوشمند، فکر میکنین که آنچه را که پیشتر آقای همایون اشاره کردند که ما محیط زیست میتونیم در دو بود زیر بررسی قرار بدیم، یکی در شهرها و یکی هم در روستاها، بیشتر در این اواخر فکر میکنین آلودگی های محیط زیستی که در شهرها متمرکز است عواملش در چی یافتین؟ تشکر میکنم. و سوالتون، ببینین سوال شما دو بخش داره. اولی وقتی که ما محیط زیست میگیم و چالش های محیط زیستی میگیم، ی نه تنها با آلودگی بلکه بسیار موضوعات بزرگ دیگه هم است که ما باید مورد پژوهش و بررسی قرار بدیم. محیط زیست با تمام اشیا و اجزای گفته میشه که ماحول ما شما را احاطه کرده. وقتی که ما محیط زیست میگیم، ما بحث از تنوع حیات میکنیم، ما بحث از جنگل میکنیم، ما بحث از صحراگرایی میکنیم، ما بحث از تغییر اقلیم میکنیم، گرم شدن جهان میکنیم، اقتصاد سبز میکنیم و از آلودگی میکنیم. ما با صحبت های همایون صاحب موافق هستم که ما اگر محیط زیست به طور عموم به دو بخش تقسیم بکنیم که محیط زیست روستایی و محیط زیست شهری، باز چالش ها فرق میشه. چون در محیط زیست عملا نمی چالش هایی که در شهرها ما با او دست و گریبان هستیم، مشخصا اگر چند مورد حادش که بیشتر به ما میپردازم، وقتی که ما به روستا صحبت میکنیم، مشکلات قطع جنگلات است، مشکلات از بین رفتن تنوع حیات است، مشکلات عدم دسترسی به آب شیرین است و بس و مشکلات دیگه. اما وقتی که ما صحبت میکنیم از چالش های محیط زیست شهری، طبعا آلودگی ها در قدم نخست میاد، باران های اسیدی و که در افغانستان متاسفانه اگر عوامل آلودگی ها را بگیم یا چالش های آلودگی را در شهرهای بزرگ افغانستان بگیم، استفاده تیل بیکیفیت، سوخت فسیلی، عدم زیرساخت های درست، عدم سیستم کانالیزاسیون و این موارد است که باعث تشدید یا اضافه شدن آلودگی در شهرها در افغانستان میشه که متفاوت است در ممالک دیگه جهان. تشکر. آقای علوی، در قسمت آلودگی آب فکر میکنین که آلودگی آب در قسمت شهرها چقدر مشکل آفرین بوده؟ چون چند قبل هم اگر شما شاهد باشین، شما را از تحلیلگرا هشدار دادن نسبت به کم شدن و
خراب شدن آبهای زیرزمینی در شهرها، به خصوص در شهر کابل، این از نظر محیط زیستی چقدر میتونه آسیب پذیر باشه؟ قبل از هر چیز خدمت شما و مهمان محترم عرض سلام و احترام دارم و خدمت بینندگان محترم برنامه شما. شما اگر بپردازین به موضوع آب و مشکلات و چالش های مرتبط با موضوع آب و آلودگی آب، که آلودگی آب یک از موضوعات و چالش های مرتبط با مسائل آب هست، قطعا موضوعات بسیار عمده و اساسی مطرح است. موضوع آبهای سطحی و چالش های محیط زیستی که در مرتبط با موضوع آبهای سطحی مطرح است و موضوع آبهای زیرزمینی که شما گفتیم. و قبل از هر چیز خدمت شما عرض کنم که موضوع مشکلات آبهای زیرزمینی تنها و منحصر به محیط های شهری و زندگی شهری نیست، اگرچه یک موضوع و معضل کلان در کابل هست و این موضوع مرتبط با موضوع زراعت و موضوعات بسیار جنبه های دیگه از زندگی روزمره در اطراف و در ساحات و در نقاط دورافتاده افغانستان هم هست، همینطور که در هر جای دیگه دنیا هم امروز موضوع آب یک چالش عمده است. در رابطه با به طور مشخص موضوع آب و موضوع آبهای زیرزمینی در محیط کابل، چالش های عمده و نگرانی اساسی که وجود داره در دو بخش قابل بحث است. یکی استفاده و بهره برداری از منابع آب است که امروز به شکلی که امروز جریان داره و به شکل کاملا خارج از هر نوع قاعده و در چوکات هیچ نوع برنامه ای نیست و هیچ نوع کنترل و مدیریت و نظمی سر از وجود نداره، یک چالش اساسی و کلان است که خب ای از این نظرم قابل بحث شاید باشه که آیا کدام منابع جایگزینی برای مردم یا آپشن های بهتری یا جایگزینی موجود هست یا نه، یا مردم مجبور به بهره برداری و استفاده به شکل فعلی از منابع آب است. و دیگه موضوع آلودگی آب ها که چه تاثیرات سر موضوع صحت و موضوعات دیگه سر محیط کابل داره، قطعا موضوعات بسیار گسترده و قابل بحثی است و به جدا قابل نگرانی هست. تشکر آقای ابراهیمی. در مورد را که آنچه که از آقای علوی پرسان کردم، بحث آلودگی آبها، یعنی بخشی از مسئولیت های ریاست تنظیف هم است در قسمت مدیریت آبهای که در شهر کابل وجود داره، چقدر برنامه های شما فکر میکنید موفق بوده به خاطر مدیریت آبهای شهر کابل، به خاطر از اینکه بتانه تاثیرات مضرش کاهش بده به خاطر زندگی روزمره در شهر کابل؟ در قدم نخست سلام عرض ادب خدمت شما دوستای گرامی و تمام بینندگان عزیز تلویزیون خورشید. چون دوستای گرامی در قسمت عوامل مختلفی که باعث آلودگی محیط زیست میشه صحبت کردن، ما میخوایم با دو عامل عمده که باعث آلودگی آب و هوا میشه که عبارت است از دفن غیر معیاری زباله و پراگندگی زباله است که ما خوشبختانه در قسمت دفن معیاری زباله شهر کابل در سال جاری قرار است که یک لندفیلد معیاری در قسمت گزک که با استفاده از متد فوکوکا متدهای مختلف بررسی شد، چون متد فوکوکا متد مؤثر و اقتصادی است، در این راستا ما یک مشاور ژاپنی در قسمت استخدام میشه که ما در سال جاری این لندفیل به شکل معیاریش کارش آغاز خواهد شد. و همچنان در قسمت عامل دومش که باعث آلودگی آب و هوا میشه، پراگندگی زباله است که ما در قسمت برای اولین بار در شهر کابل برنامه تفکیک زباله را شروع آغاز کردیم که این تفکیک زباله باعث جلوگیری از پراگندگی زباله میشه و همچنان در قسمت کاهش زباله تاثیر فوق‌العاده مهمی را بازی میکنه. حداقل راهکاری که بتونه میزان زباله ها را در شهر کابل کاهش بده، یعنی تا هنوز فکر شده اگر این برنامه ها راهکار عملی هست، چرا هنوز هم ما در چاره‌ها و در جاده های شهر کابل شمار زیاد از کوت زباله ها را هنوز هم شاهد هستیم؟ خب خوشبختانه ما در سال جاری دو برنامه بزرگ آغاز کردیم که برنامه تفکیک زباله است و همچنان ایجاد دو ترانسفر استیشن معیاری در شهر کابل است و همچنان یک کار آغاز یک لندفیلد معیاری در قسمت گزک است که ما تانستیم که با تفکیک زباله، زمانی که زباله تفکیک میشه به منبع تبدیل میشه،
یعنی تفکیک زباله در قسمت کاهش زباله و در قسمت جلوگیری از پاراگندگی زباله رول عمده داره و ما همچنان در 5 ناحیه مرکزی شهر کابل به شکل نمونوی 5 گذر زیر برنامه تفکیک زباله قرار دادیم که خوشبختانه این برنامه که در گذرهایی که تطبیق شده تقریبا در حدود 30% زباله در اوساها کاهش پیدا کرده و همچنان در اوساها از پاراگندگی جلوگیری صورت گرفته و ما می خواهیم که در سال جاری برنامه تفکیک زباله را در 15 ناحیه شهر کابل گسترش پیدا بکنه. ما در این قسمت دو نوع زباله دانی را در ساحه ما جابجا کردیم، یکی زباله دانی سبز و زباله دانی های آبی است که زباله دانی های سبز به خاطر زباله های آشپزخانه یا زباله های ترس و زباله دانی های آبی به خاطر زباله های خشک که پلاستیک و بوتل های پلاستیکی، بوتل های آلومینیوم شیشه ای کاغذ در مجموع زباله خشک در تفکیک میشه که زمانی که زباله خشک تفکیک میشن ما میتونیم که از این زباله ها دوباره بازیافت ریسایکل شوه. در آینده های نزدیک انشاءالله ما در از زباله آشپزخانه در قسمت تولید کمپوست یا کود کیمیاوی صورت خواهد گرفت که این برنامه در قسمت جلوگیری از پراگندگی زباله و همچنان کاهش زباله رول عمده را بازی میکنه و همچنان ما در سال جاری قرار است که دو ترانسفر استیشن معیاری در دو زون کابل ایجاد شود که عملا یک ترانسفر استیشن فعلا ما در ریاست تنظیف شهر کابل عملا کارش جریان داره که ما بتوانیم که کابل یعنی در قسمت ایجاد زیربناها که امی ایجاد 4 ترانسفر استیشن مرکزی است و همچنان دو لندفیلد معیاری که خوشبختانه امسال قرار است که این لندفیلد معیاری کارش عملا آغاز پیدا بکنه. تشکر. آقای همایون، آن چرا که آقای ابراهیمی هم اشاره کردند بخشی از آلودگی های خاک که جزی از محیط زیست هست، راهکارهایی را که اینا روش کار میکنند و راهکارهایی را که عملا اشاره کردند به او که تفکیک زباله ها، یعنی فکر میکنین که در شهر کابل مؤثر باشه به خاطر حداقل بهبود بخشیدن وضعیت محیط زیستی؟ خب باید زمین خلص حالا ساخته است موجودیت زباله. زباله میتونه یک طلای کثیف باشه، زباله میتونه فاجعه بسیار کلان در یک جغرافیا بره. ما یک برنامه را که قبلا به نام برنامه گپ بود در سایر کشورها در سال 1945 این برنامه پیش رفته به نام برنامه گپ که آگاهی باشه، آگاهی ریاست محترم تنظیف ده اواخر از پیش آقای بهروز که ما شنیدیم قسما خوب است، اما کاجدی در بخش زباله ها صرف با یک راکاری را که ریاست محترم تنظیف گرفته با این راکار نمیتونه نسخه کارا باشه. تا زمانی که ما ببینین اینا تولید میگن تفکیک میکنیم، مثلا زباله عضوی از زباله غیر عضوی ما جدا سازی میکنیم، اول خب فرهنگ نهادین ساختن فرهنگ از این دست هانامه بسیار گپ مشکل است. در قسمت تورید یا وارد شدن امتع اجناس اساسی و تجهیزات که از بیرون میآید و زباله‌زا است مغایر به استانداردهای بین‌المللی، اینا دو راستا هیچ کاری را نکردن، متاسفانه مشوره هم نکردن که راکارایی را که در جهان دیگه کارایی داشت ما برشان نسخه شایرا می کردیم که اینا آقایم این حداقل در همین مورد واردات که شما اشاره کردین به طور مثال اداره محیط زیست، اداره نرم استاندارد از شهرداری است، یعنی مشخصا در همین ادارات مربوط فکر میکنین چه کارهای موثر انجام شده؟ ببینین عملا ما و شما در بازار شهر کابل به کیفیت داریم کالاهای غیر معیاری. امیر خدمت شما میگم اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان فقط در بخش زباله ها پلیسی ساخته در اختیار شهرداری محترم کابل دادن، پلیسی مختلف مقرر زباله کلینیکی را جور کردن، پلان های عملیاتی زیر نقشه رایش برشان دادن، اما ای که خود از اینا این برنامه را آغاز کردن یک اقدام بسیار نیک است که جانب شهرداری محترم کابل انجام داده. ببینین شما حدوداً افغانستان زباله‌دانی پاکستان شده، حدوداً بیشتر از 30-35% از اموال امتع اجناسی که در افغانستان میاد زباله‌زایی داره و این 40% از زباله ها را بلند می سازه. ما در صورتی که یک بحث کلان با وزارت مالیه، با وزارت محترم تجارت، با اداره نرم استاندارد افغانستان سر
مالیات تشویقی داشته باشیم، سر گذار مالیاتی داشته باشیم و سر برچسبای محیط زیست داشته باشیم، ای است که ورود همچو امته در افغانستان کاهش پیدا میکنه، زبانی که کاهش پیدا کرد، ما نیروی کمتر نیاز داریم، به حساب دفنگاه کمتر مکان کمتری را میگیره و این کارگران میتونن در عرصه‌های دیگه خدا یعنی بیشتر از امروز کار کنند، تمام زباله شهر کابل جمع آوری بکنند. اما دفن زباله فکر میکنین در شرایط امروزی با در نظر داشت تجارب کشورهای مختلف جهان رای حل است؟ ببینین دفن زباله یک کتابی است از آدم و بی بی هوا تا کنون، در جایی که جمعیت از جنگ جریان دارد، در اونجا یک بحث از امو آغاز که انسان ها از بعد زندگی انسان ها که آغاز کرده، مدیریت زباله به اون شکلی در افغانستان مدیریت زباله است که از آغاز زندگی انسان ها بوده، هیچ کدام تغییر نامده، فقط یا باید دفن شوه، ما یک شهر از زباله کم بسازیم، یک شهر دیگر زباله دانی بسازیم. تا زمانی که ما راکارهای مختلف، چهار نوع راکار در جهان دیگه وجود داره، راکارهای سریلانکاست که اینا دستگاه زباله سوز دارن، چهار دستگاه زباله سوز دارن، تمام از اینا را میسوزانن، فلزات یاش بیرون میشه بدون جداسازی، قیمت تمام میشه، قیمت ها بسیار پایین تمام میشه مصرفشان و نیروی کمتر نیاز داره. صرف و مشکلی است که اگر مدیریت سالم صورت نگیره هوا را آلوده میسازه، باید نظام فلتریشن از بسیار مجهزتر باشه و مساحت بسیار بلند داشته باشه. قسم دیگه است که گاز تولید میشه، گاز و دی اکسید کربن از چیز عضوی، از مواد عضوی چیز میشه و تقریبا ما حداقل شهرداری هم از همون مواد عضویش استفاده میکنن. تا فعلا کودی رو هم که استفاده میکنن برای ما سوال برانگیز است، اشتباهی بسیار جدی هست. ما ایره دو سه بارم گفتیم ببینین شما زباله های را، شما تفکیک زباله کرده نمیتونین در شهر کابل، فلزات سنگین در درون از زباله ها هست، چیز کلینیکی هست، تمام اضافه از زباله کلینیکی که میمانه، تمام از اینا یک جا شده اینا را میبرن در کود جور میکنن و کود وقتی که جور میشه از 1200 تا 1600 درجه سانتیگرید باید یه حرارت ببینه که تمامی آلاینده های از بین بره که به ایچ ان وان به این اندازه حرارت داده نمیشه. اینجا وقتی که ای دوباره میایه امی چیزی را که کود جور کردن، ما گویا دوباره یک در زنجیره غذایی یک نوع آلودگی ها را دوباره خود ما شامل زنجیره غذایی میسازیم. به مفهومی که فلزات سنگین در درون جای به جای است، ما حرارت کامل ندادیم میاری، ای امرای عزیز بالا ها میره در سر کود و کود وقتی که ما گیاهی از زیر استفاده میکنیم یا میوه از زیر استفاده میکنیم، از زنجیره غذایی میره برای میوه و از طریق میوه ما مصاب به امراض مختلف میشیم. مشکل اصلی در ساختن کود ای است که نباید کود ساخته شود یا ای که راهکارایش درست نیست؟ دو سه کشور است که بیشترین نفره از جور کردن کود داره، مثلا هلند، مثلا هندوستان و ده ها کشور دیگه، ترکیه که امروز از بیرون وارد میکنن. بحث ما این است که تا زمانی که تفکیک زباله ها میاری صورت نگیره، شما تفکیک میکنین زباله را، عضوی را از غیر عضوی جدا میسازین، صرف از زباله عضوی شما میتونین که کمپوست از او ترتیب شود، در غیر از او فاجعه است که ما یک بار آلایندگی را بار دوم پس دوباره آلایندگی را میاریم در شهر کابل و دوچار تعدید میسازیم. تشکر شهر. آقای هوشمند، آنچه را که آقای همایون اشاره کردن در قسمت واردات مواد نفتی و کالاهایی که عملا زباله‌زا هستند، آیا فکر میکنین که حکومت وحدت ملی و حکومت گذشته تانسته ای را مدیریت بکنه، با وجود که اداره به نام زیر نام اداره نرم استاندارد وجود داره، اما هنوز هم ما شاهد فروش تیل بی کیفیت هستیم، کالاهایی که عملا میزان زباله‌زایی از او بیشتر از در داخل افغانستان هستیم، فکر میکنین چرا چنین وضعیت جریان داره؟ ایره ما از دو بود تحلیل میکنیم. یکی بود کسایی که محیط زیست کار میکنن و آگاهی در مسائل محیط زیست دارن، کسایی که در قسمت تنظیم امور شهری کار میکنن. برای کسایی که در عرصه محیط زیست کار میکنن و نگران محیط زیست هستن، زباله خانگی یک بحث نگران کننده نیست. برای ما وقت زباله نگران کننده میشه که کیفیت آب، هوا و خاک به یک نحو تغییر بده. بحث دوم را که شما یاد کردین در قسمت واردات کالاها که از بنادر وارد میشه، این یک معضل بسیار بزرگ محیط زیستی شمرده میشه، چون ما در اینجا باز موضوعات بسیار دیگه هم هست که مورد زباله میگیم، مثلا وارد کردن یخچال، وارد کردن ارکندیشن های دست دوم دنیا، وارد کردن موتراک، چقدر وقت افغانستان حتی زباله دانی موترای کنی دنیا یاد کردن، یا دیگه اموال و اجناسی که مقاومت ندارن
و زود تخریب میشن، زود به زباله تولید میشن. این یک بحث بزرگ محیط زیستی شمرده میشه، چون ما نگران هستیم که خدای نخواست افغانستان زباله‌دانی مواد الکترونیکی نشه. چقدر موبایل چینایی وارد افغانستان شد؟ چی شد؟ او بیتری داشت، در بیتری از او از سیما و سرب استفاده میشد، به میلیون ها تا موبایل چینایی وارد افغانستان شد، کلگی یک دانه داشت، اما زبالش کجا رفت؟ کلش در گزگ رفت و کل از غیر مستقیم یا با آب یا با خاک سرایت میکنه و موثریت یک مملکت در قسمت زراعت و تولیدات کاهش میده. چیزی را که ما این صاحب بیان کردن، ما موافق کنترل ازید بنادر هستیم که بین ما مشکل وقتی که شناسایی کردیم سر یک راه حل بنیادی کار بکنیم. کو راه حل بنیادی امی است که ما بنادر خود محکمتر بسازیم. افغانستان خوشبختانه کنوانسیون های بین المللی در قسمت امضا کرده که از جمله 6 کنوانسیون در قسمت امی واردات و صادرات زباله است که داری ملی حفاظت محیط زیستی امضا کرده که باید وارد افغانستان نشن، اما نگرانی وجود داره، آگاهی ما کم از دی عرصه و قانون درست تطبیق نمیشه و امی مشکل است و اکثریت وقتا امی اموال قانونی وارد افغانستان نمیشن، غیر قانونی وارد افغانستان میشن که یک چالش بسیار بزرگ از نظر ما بار میارن. خب حداقل اگر از نظر به شکل غیر قانونی هم وارد میشه، فکر نمیکنین بخش از مسئولیت حکومت و دولت مدارا هست که راهکار بسنجن تا اینکه مانع ازی شون؟ حداقل اگه مانع شده نمیتونن میزانش رو حداقل کاهش بدن، که در حال حاضر میزان استفاده امی اجناس غیر قانونی را که شما اشاره کردین در افغانستان بسیار زیاد است. بسیار سوال بجای مطرح ساختین. این یک حقیقت تلخ است که ما حتی بعض وقتا به عنوان یک موضوع ای را یادآور میشیم که ما را استثناء میکنن به دیگه ممالک جهان. ببینین وقتی که ما میگیم غیر قانونی وارد میشه، یک موضوع بسیار بزرگ است که تا بالی حکومت نتونسته چیزایی که در افغانستان غیر قانونی وارد میشه جلوشه بگیرن، مثل عملات انتحاری، مثل عملات دهشت افغانی یا سلاح های غیر قانونی. وقتی که ما در کل نتونیم بنادر خود به او اندازه محکم بسازیم که امنیت مملکت بگیریم، بنان وقتی که میایم در بحث محیط زیست و بحث موضوعات دستدو و که از بنادر ما یا تیل بی کیفیت وارد میشه، متاسفانه در این قسمت ارگان های محیط زیستی و ارگان های دستدو و دستسه به مراتب ضعیفتر است که این موضوع را کنترل بکنه. تشکر. یک مورد را که هم آقای هموین به او اشاره کردن و هم آقای هوشمند که استفاده از وسایل نقلی کهنه و فرسوده است، چقدر واقعا در افغانستان به عنوان یک مشکل جدی در بحث محیط زیستی مطرح است و این چقدر میتونه مشکل آفرین باشه؟ موضوع وسایل کهنه و فرسوده را اگر شما بنخیز یک موضوع محیط زیستی مطرح میکنین، این نکته قابل توجه است که موضوعات و چالش های محیط زیستی هیچ کدامش به تنهای خود یک مشکل مجرد و تنها نیستند. تمام اکثر موضوعات و مشکلات های محیط زیستی وابسته به هم و مربوط به هم دیگه هستند. موضوع استفاده از وسایل کهنه و فرسوده و غیر استاندارد قطعا میتونیم شما بگیم یک از مشکلات اساسی و چالش در بحث آلودگی محیط زیستی در افغانستان هست. ای که ارقام و معلومات دقیقی در مورد ازی داشته باشیم که با شاهد کشیدن از او اعداد و ارقام ما و شما مستدل بتونیم گپ بزنیم که چی نقشی داره، فکر میکنیم یک از خالیگاه‌هایی است که هنوز وجود داره و شما صرفا میتونین حدس بزنین که یک نقش عمده در قسمت قطعا داره. اما مشکلات ها و موضوعات محیط زیستی افغانستان خلاصه به این موضوعاتی که شما ذکر کردین نمیشه. برای مثال شما همکارای ما و شما زیاتر بحث کردن سر نقش ارگان های دولتی و غیر دولتی، سر کنترل و نظارت و پروسس کردن مواد زایدی که بعد از اینکه تولید میشن. اما این را فراموش نباید بکنیم که موضوعات محیط زیستی به شکل عام و به شکل مشخص که شما تمرکز کردین سر از موضوعات مواد زائد و آلوده کننده محیط زیستی، یک موضوعی است که به هر فرد و به تک تک مردم یک جامعه در قدم اول مربوط میشه، مربوط به رفتارها و الگوهای رفتاری که قبل از اینکه شما برسین به این موضوع که چطور این مواد زائد را دفع کنین یا مدیریت کنین، تولید ازید مرحله اول چه رقم و با چه الگوهای اینا تولید میشه، چه کیفیتی داره مواد آلوده کننده ای که در جامعه تولید میشه، مثالش همه موتورهای فرسوده ای که شما گفتین، اینا هست که نقش عموم مردم و جایگاه آگاهی دهی در سطح عموم مردم بر از اینکه مواد آلوده کننده ای که اونا تولید میکنن
چه تأثیر سر زندگی، سلامت و جامعه داره بسیار مهم میتونه باشه. و البته ما منکر نقش ارگانهای دولتی و ارگانهای مسئولی که با این موضوعات باید مواجه باشن و موضوعات مدیریت کنن نیستیم، ولی هیچگاه این ارگانها و ارگانهای مسئول به تنهایی نمیتونن با موضوع مواجه شوند، مگر اینکه تمام طرفهای زیدخ در این موضوع که از سطح فردی میتونیم شروع کنیم تا سطح جامعه، خانواده، اینا به این قضیه دخیل هستند و باید این قضیه دخیل شون مدیریتی. اما حداقل موارد را که شما اشاره کردین در قدم نخست نیاز به درست است که آگاهی دهی داره، ولی بر تغییر ذهنیت افراد در جامعه هم داره. سوال اساسی همینجا است که ذهنیت ها را ما چگونه میتونیم تغییر بدیم؟ حداقل روزانه با مثال های بسیار زیاد را شما برمیخورین که هیچ نوع دانش از محیط زیست در میان شهروندان وجود نداره. این دانش با استفاده از آگاهی ما میتونیم که برای مردم انتقال بدیم. چیزی که کلی تر از تنها موضوع آگاهی و دانش است، موضوع ای است که نقش عملی تک تک افراد جامعه در کنار ارگانهای مسئول در مواجهه با موضوعات محیط زیستی است، که این دو موضوع، موضوع آگاهی و نقش مؤثر و عملی، جدای از همدیگه نمیتونه باشه و مکمل همدیگه هستند. قطعا با تجربه که در اکثر جاهای دنیا به دست آمده، مواجهه با موضوعات محیط زیستی به شکل یک جانبه، چه از طرف دولت و ارگانها، نتیجه مؤثری نمیتونه داشته باشه، یا حداقل میتونه بگیم نتیجه مورد نظر و حداقلی را ممکنه داشته باشه و نتیجه مورد نظر نده، و هم که مردم به تنهایی نمیتونن، که اگر یک جانبه انتظار از مردم داشته باشیم نمیشه. همونطور که شما اشاره کردین، موضوع آگاهی دادن مردم به مردم در این مسائل و هم نقش و مؤثریت مستقیم مردم در این مسائل قطعا واضح است و نتیجه مجموع از او را اگر یک جای بسازیم، برنامه های همه جانبه ای است که تجارب مردمی که در سطح محلات و در اقصا نقاط زندگی میکنن و به شکل روزمره با موضوعات محیط زیستی سر و کار دارن، اگر تفکیک کنیم، برای مثال در نقاط در ساحات روستایی و زندگی که در اطراف غیر ساحات غیر شهری هست، مردم به عمده ترین شکلی که با مسائل محیط زیستی سر و کار دارن استفاده از منابع طبیعی است. شما میدانید که بیش از 80% معیشت جامعه افغانستان وابسته به منابع طبیعی است و یکی از درگاه هایی است که مردم به شکل هر روز در زندگی روزمره خود با موضوعات محیط زیستی سر و کار دارن. در موضوعات شهری، موضوعات آلودگی که مورد تمرکز و توجه شما زیادتر بود، هر روز موضوع مردم با این موضوعات درگیر هستن. نه تنها منعیسی که مردم چی نقشی دارن، چی بکنن، و ای که گذشته از او که مردم هم خودشان عوامل و تولید کننده های از آلوده کننده ها هستن و نقش مؤثر دارن. به خاطر مدیریت زباله به شکل معیاری باید در قدم نخست باید زباله تفکیک شه، چون بدبختانه در سالهای گذشته در قسمت تفکیک زباله هیچ کاری صورت نگرفته. ما میخواهیم که چون این تفکیک زباله مستقیما ارتباط به همشهریان از این شهر کابل داره، این موضوع قسمی که همون سب ذکر کردن فرهنگ بالای شهرنشینی تعلق داره، که ما در این قسمت گروپ های تبلیغاتی ما عملا در قسمت فرهنگ شهرنشینی، در قسمت تفکیک زباله، در قسمت پراگندگی زباله اینا کار میکنن و در این قسمت ما بیشتر از 100 نفر خانم در این قسمت استخدام شده. یعنی حداقل در همین مورد آقای ابراهیمی، بررسی های شما چی است؟ چگونه میتونین که اندیشه شهروندان، دید شهروندان نسبت به موضوعات محیط زیستی تغییر بدین؟ راهکار را که شما پی روی دست گرفتین توسط بانوایی که استخدام کردین، حداقل ارزیابیتون چی بوده؟ یعنی میتونین که تغییر بدین؟ خب در تقریبا دو ماه میشه که ما این پروسه را شروع کردیم. این پروسه را ما که ارزیابی کردیم در 5 ناحیه مرکزی بسیار تاثیر خوبی داشته، در قسمت بهبود مدیریت زباله ها و همچنان در قسمت کاهش زباله. و این برنامه انشاءالله ما خوشبین هستم که در سال جاری ما نمیتونیم در مرحله اول تمام شهر کابل را زیر پوش قرار بدیم، چون این برنامه به نیاز به نهادینه ساختن فرهنگ شهرنشینی داره و همچنان نیاز به ظرفیت بالا داره، که ما در این قسمت ظرفیت مجموعی را نداریم که در تمام نواحی شهر کابل تطبیق کنیم. خوی پروسه بالاخره باید آغاز شوه، که ما خوشبختانه در اوایل سال جاری پروسه آغاز شد و تا فعلا ما در 5 ناحیه شهر کابل این پروسه
عملا جریان داره و ما بررسی ما نشان میده که این پروسه تا الان موفق بوده و ما میخواهیم که پروسه تا 3 سال آینده در تمام نواحی شهر کابل گسترش پیدا بکنه. تشکر. و در قسمت کیفیت کود کیمیایی رو گفتن، زمانی که زباله عضوی از غیر عضوی جدا میشه ما میتونیم که یک کود کیمیایی بسیار با کیفیت از او تشکیل شود. ما در این راستا بعضی از مامورین ما که به کشور ژاپن به ترنینگ رفته بودن، ما عملا این پروسه را در ساعت تطبیق کردیم. یک کود تقریبا به شکل نمونوی تشکیل شد که او زمانی که او کود ما چک کردیم به وزارت زراعت اونجا نمونهش روان کردیم، بسیار یک کود کیمیایی با کیفیت را ما تانستیم که از این کود تشکیل بده. تشکر. آقای همایون، امسال با آمدن روز جهانی مبارزه با محیط زیست بیشتر تمرکز روی مقابله با آلودگی های پلاستیک است. یعنی حداقل شهرهای دیگر کنار میگذاریم، در شهر کابل که نفوذم بیشتر است و استفاده از پلاستیک هم رایج است، فکر میکنین راهکارهای عملی مبارزه با آلودگی های پلاستیک چی است؟ با سلامت، یک نگاه کوتاه به حرف و صحبت های جناب معاون صاحب تنظیف ما صحبت داشتم. ببینین شما زمانی که یک تن زباله عضوی زمانی که در یک جای بجای میشه 600 لیتر شیرابه تولید میکنه و در شهر کابل بیشتر از هفته ها زباله ها جای بجای میمانند. اشرات به سه چیز نیاز داره: به پناهگاه نیاز داره، به مواد غذایی نیاز داره و به رطوبت نیاز داره. هر سه زیر در زباله میفن. این یک تهدید. تهدید دوم میاییم در سر کود، تایی کود. ببینین زمانی که 600 لیتر شیرابه تولید میکنه، فلزات سنگین در درون از او است، انواع مختلف بیماریزایی از زباله کلینیکی در درون از یک جای است، با شیرابه از یک جای میشه، امکان از این نیست که شما مدیریتش کنین. در رابطه با پلاستیک شما میدانین که فاجعه قرن است و یکی از خوشهای خشم در جهان امروزی در صده 21 استفاده یا کاربرد از پلاستیک است، با ویژه پلاستیک های که از این خریطه تولید میشه. با توجه به اینکه در کنار از اینکه این ناقل 118 نوع مریضی است، این پلاستیک رقیق خاصیت بازیافت نداره، اینا در اثر حرارت زود خود از دست میتن و یکی از چالش های از این با توجه به رقیق بودنش است که وقتی که نان شما بگیرین یا حرارت از دور شما سرش کش کنین خود جمع میکنه و این جمع شدن از این هم در برابر سرمایش است، هم در برابر گرمایش. شما در درون یخچال کیره بانین، تهدید بسیار جدی است، متساعد میسازه، افراس میکنه، انواع مختلفی آلاین داره و این آوی یک نوع مواد سمی و شیمیایی به نام بی پی ای است. مواد بی پی ای در خون اکثریت از مادرای حامله پیدا شده و بسیار تهدید کننده است، کشنده است. اکثر افرادی که در افغانستان سقط جنین صورت میگیره از مادرها و یا هم کودن میآید اطفالشان، ده ها امراض دیگه و در فرجام سرطان های مختلفه که حتی آمارای یک سازمان بهداشت جهانی داده دو مرتبه بالاتر شده نظر به 10 سال. حتی من این آمارا رو باور ندارم، در جمهوری اسلامی ایران 4 مرتبه بالا رفته که ما عین جغرافیا هستیم و آلودگی ما بیشتر از اونها هست. این میتونه یک تهدید بسیار جدی باشه. با توجه به می اولویت و مهم بودن موضوع، اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان یک راهکار 5 ساله را با توجه به تجارب سایر کشورها و با توجه به شرایط عینی و ذهنی جامعه افغانستانی ما تانستیم که روی کار بگیریم در 3 مرحله کاری که در کنار از اینکه از ابزارهای نرم استفاده کردیم، با مفهوم از اینکه از ابزارهای آگاهی دهی، از روزنامه‌های دینی، از مکاتب، آموزش های محیط زیستی برای تعلیمات محیط زیستی که شامل نصاب درسی مکاتب در طی 2 سال بازنگری میشه، نصاب درسی مکاتب از صنف 3 تا 12 در مضمون محیط زیست و منابع طبیعی این مسئله جا میگره و از عوارض و از اثرات سوء ازی در اونجا زیادتر با مو زبان کودکانه گفته میشه.
ای بحثش یک بخش است. از ابزارهای سخت کد جزای افغانستان خوشبختانه بیرون شده، اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در راستا پیشگام بوده، کد جزای سبز بیرون شده، یک فصل مکمل است. ما توسط ابزارهای سخت هم سر از این برنامه کارا را روی دست گرفتیم و همچنان بیشتر یک بحث دیگر را داشتم سر سیاست های مالیاتی و گذار مالیاتی، سیاست مالیاتی تشویقی و برچسب های محیط زیستی. با این برنامه تانستیم که در سه مرحله در طی 5 سال ما سراسر افغانستان زیر پوشش بگیریم و کاربرد پلاستیک به مراتب به ویژه در بخش خریطه های پلاستیکی تهدید بسیار جدی است، اینا را از بین ببریم. در مرحله دوم و سوم ما هر قدر وسایلی که از بیرون از کشور میاد در صورتی که پلاستیکش بیشتر باشه، در ترکیب از پلاستیک بیشتر باشه، ما مالیات زیست محیطی بیشتر سرش واسه میکنیم و مطابق استانداردها در صورتی که خود مردم افغانستان همکاری بکنه، چونی برای خودشان اولین تهدید است و حکومت افغانستان ما را حمایت بکنن، خداوند بخواه ان شاء الله هم در طی 5 سال ما خواهیم توانست که استفاده از خریدهای پلاستیکی را در سراسر افغانستان در چندین صنفی که روزانه صرف در شهر کابل 4500 کیلو یعنی 4.5 تن به مصرف میرسه، ایره که ان شاء الله کاهش بدیم و اکثرش وارداتی یا تورید است. موافق هستین با راهکار رو که آقای همایون را کردن و یا فکر میکنین که موارد دیگه هم در قسمت مبارزه با آلودگی های پلاستیکی نیاز است که روی دست گرفته شود؟ برخی از آگاهان تاکید میکنن برای یک منبع فراسیاسی که یک راهکار باید وضع بکنه و برای شهروندان افغانستان یک الزامیت داشته باشه که این مورد ما تجربهش در افغانستان هم داریم. حداقل در سال 1390 شورای وزیران تصویب کردن اما دیدیم که نتیجه نداد. تشکر میکنم از سوالی که پرسیدین. بحث امسال روز جهانی محیط‌زیست مبارزه با پلاستیک است که باز شعار کوتاه‌ترش است که چیزی را که نمیتونین دوباره استفاده کنین نور استفاده نکنین. بحث جهانی تنها بحث خریدهای پلاستیکی نیست، بحث تمام اجناس و اشیای پلاستیکی است که یک بار استفاده میشه، مثلا بوتل آب، مثلا ظروف یک بار مصرف پلاستیکی و بعض موارد دیگه که خریده پلاستیکی یک جزء از اوست که متاسفانه در بعضی ممالک خریده پلاستیکی معمول است اما در اکثریت مطلق ممالک خریده پلاستیکی ممنوع قرار داده شده و هیچ کس اجازه وارد و حتی اجازه استفاده کردنش نداره. اونا میخواین که با قرار دادن میشور حتی وسایل دیگه ای که از پلاستیک جور میشه یا ساخته میشه او را مورد ممنوع قرار بدن. در قسمت بحثی که ما چگونه خریده پلاستیکی را از بین ببریم، در این قسمت تا همکاری مردم نباشه، تمام شهروندان افغانستان همکاری نبکنن یا صورت نگیره، این یک کار غیر ممکن است. من خدمت شما عرض بکنم قسمی که قبلا براتون گفتم، ما درست است که قانونا من است در صفحه اول گمرکات خریده پلاستیکی یکی از اجناس ممنوع است در مملکت اما غیر قانونی وارد میشه. ویرا پیشتر بحث کردیم که جلو گرفتنش آسان است. ای کاش ما بتونیم جلو بنادر غیر قانونی خود بگیریم. تنها بحث پلاستیک نیست. اینال شما تصور کنید که از بنادر غیر قانونی ما دیگر چی نوع زبالایی وارد افغانستان میشه که ما هیچ خبر نداریم. زبالایی حتی گفته میتونیم رادیواکتیو ممکن وارد شود چون ما خود اگر دسترسی نداریم. اما در قسمت بحث خریدهای پلاستیکی نظر من این است که در این قسمت باید مردم همکاری بکنه، باید مردم بفهمه که به سطح خودشون ضرر داره، به محیط زیستشون ضرر داره، برای نسل آیندهشون ضرر داره. خریده پلاستیکی یک وسیله است که دوباره تجزیه نمیشه، 1000-2000 سالی دوباره میمونه، به خاک ضربه میرسانه، پرنده ها را از بین میبره. بنان مردم باید ایر استفاده نکنن. تشکر. این یک کار است که مردم در این نقش بسیار عمده و اساسی را داره و من خواهشم از مردم همی است که از این فرصت روز جهانی محیط زیست استفاده کنن و به می خریدهای پلاستیکی یک بار نبگوین. تشکر. آقای علوی، در بخشی که شما در سازمان ملل متحد کار میکنین، اونا هم بیشتر برنامه های در قسمت مبارزه با آلودگی پلاستیک فکر کنم دارم، میشه که بیشتر بگوین که چی راهکار را شما روی دست دارین به خاطر اینکه امسال بتونین حداقل بر مردم آگاهی دهی بکنین تا اینکه آنچه که آقای هوشمند هم گفتن که شهروندا بالاخره نبگن با استفاده از پلاستیک. خدمت شما عرض کنم، همینطور که با مناسبت همین روز، روز جهانی محیط زیست، ما و شما گپ بزنیم، یکی از مهمترین مناسبت ها به جانتری و به تقویم ملل متحد است روز جهانی محیط زیست، با همین هدف اصلی که
در قدم اول سطح آگاهی در سطح دنیا و در سطح جامعه بالا برده شود و مردم آگاه شوند در قسمت مضرات و کارکردهای آلودگی های محیط زیستی که به زندگیشان داره و یکی از مهمترین فاکتورهای مواجه شدن با این موضوع است. آگاه شدن ما مردم هم به این دلیل که آگاهی حق اولیه هر انسان است که بفهمه اون چی که خودش میکنه و اون چی که کس دیگه در جامعه اقداماتی که میکنه چه ضررهایی به زندگی از او داره، هم حق انسان است و هم با آگاهی میتونه شما از مردم انتظار داشته باشی که سهم فعالی هم در مقابل مواجهه با این موضوعات بگیره. همونطور که تاکید شد، مواجهه با این موضوعات یک حرکت اجتماعی ضرورت داره و هیچ حرکت اجتماعی خالی از آگاهی نمیتونه شکل بگیره. ولی در مجموع ما میتونیم بگیم که تمرکز ارگانهای سازمان ملل متحد در قسمت آگاهی دهی ایست که با دادن آگاهی و هم به مردم عادی در سطح جامعه ها و هم به مسئولین و تصمیم گیران و پالیسی سازان که موضوعات آلودگی محیط زیست و موضوعات محیط زیست در مجموع در اولویت خود قرار بدن و درک جامعه تر از این شکل بگیره که موضوعات محیط زیستی یک موضوعات مهم و حیاتی برای زندگی تمام بشر است، زمینه از این فراهم شامل است یک راهکار جامعه که بر شما گفت زمینه راهکار عملی است که مردم و ارگان ها و دولت ها یک جای بتانن کار کنن با مواجهه، هم در موضوعات قبل از پیش آمدن یک مشکل و هم بعد از اینکه مشکل محیط زیستی مثل آلودگی که پیش میاد چی باید بکنن. نقش تمام مردم و نقش ارگان ها موثر است و مهمتر از اون است که همه این طرف ها بتانن یک جای با هم کار کنن. برنامه های ریاست تنظیف شهر کابل در این قسمت هم متمرکز است یا نه در شهر کابل؟ پلاستیک در ترکیب زباله ما بیشتر از 15 تا 20 فیصد زباله شهر کابل پلاستیک داره و این پلاستیک یک مزیل بسیار بزرگ است در شهر کابل و جلوگیری از تولید پلاستیک بدیل میخواه. لیکن بدون بدیل ما با نظر معین صاحب مخالف هستم که یعنی در 5 سال آینده مقدار تولید پلاستیک کم میشه چون بدیل وجود نداره و این ارتباط مستقیم به اقتصاد کشور تعلق داره. چون داله که ما فعلا جی دی پی ما بیش کمتر از 500 دلار است، به هیچ وجه ما بدیل به پلاستیک در 5 تا به نظر ما تا 10 سال آینده نخواهد با وجود آمد که ما بدیل داشته باشیم. سیس پالیسی ساخته میشه لیکن از همه مهم که در تطبیق از اون مهم است. در قسمت جلوگیری از تولید پلاستیک یک مزیل بسیار بزرگ است و تا زمانی که ما میتونیم در قسمت کاهش و استفاده دوباره پلاستیک اقدامات باید صورت بگیره که در این قسمت ما در قسمت ریتیار پروموشن یعنی استفاده دوباره پلاستیک از اجزایی که دوباره باید دوباره چندین بار استفاده شود، همچنان در قسمت کاهش زباله و همچنان در قسمت بازیافت ما گروپ های آگاهی دهی ما در این قسمت کار میکنه در این راستا که ما بتانیم که چه قسم کاهش بتیم از مقدار تولید باش کاهش پیدا بکنه. اما لیکن در قسمت بدیل پلاستیک در سال 1390 بر اساس مقرره شورای وزیران گفته شده بود که از خریطه های تکه‌ای استفاده کنند که یعنی امکانات استفاده از خریطه های تکه‌ای فکر نمی‌کنین امکان پذیر باشه، هر کس در هر خانواده یک تکه در خانهش وجود داره از او یک خریطه بسازه برای پشت سودا. خب قسمی که مش با شما گفتم در ترکیب زباله شهر کابل بیشتر از 15 فیصد زباله وجود داره. اگر ما محاسبه بکنیم روزانه بیشتر از 5000 تن متریک تن تولید زباله است، یعنی 15 فیصد یعنی تقریبا در حدود 700 تا 800 تن تولید ما تنها در شهر کابل پلاستیک تولید داریم که یعنی در قسمت بدیل از این ما در این قسمت خوشبین نیستم که یعنی تا 10 سال آینده ما نمیتونیم که برای پلاستیک بدیل داشته باشیم و همچنان ما در قسمت کاهش و استفاده دوباره از لوازم پلاستیکی برنامه های ریاست تنظیف در این راستا برنامه های جدید روی دست داره که ما در قسمت آگاهی دهی در قسمت تریار پروموشن یعنی استفاده دوباره و بازیافت پلاستیک و همچنان در قسمت کاهش زباله ما برنامه های خوبی روی دست داریم. ولیکن ما همچنان در قسمت تفکیک زباله همچنان میتونه بسیار رول عمده در قسمت کاهش تولید زباله پلاستیکی شود که ما در برنامه تفکیک زباله همچنان قسمی که ما این شب گفتن برعلاوه از اینکه ما تفکیک در قسمت تولید کود کیمیاوی رول عمده داره، در قسمت کاهش زباله پلاستیکی هم تاثیر فوق العاده مهمی داره.
و ما در قسمت نظری موینس مخالف هستم که اینا میگن که در جریان 5 سال و 4 سال و 6 سال باید از تورید پلاستیک جلوگیری صورت بگیره، چون ما کشوری هستیم که اقتصاد ما ایجاب نمیکنه که بدیل در قسمت پلاستیک ما بدیل داشته باشیم. آقای همایون، پیش از این که بحث جنبندی کنیم، اگر کوتاه اشاره بکنین که بدیل پلاستیک چی میتونه باشه؟ دقیقا سال 1390 خورشیدی یک فیصله شد که باید استفاده از خریطه های پلاستیکی، صرف و در محدود خریطه های پلاستیک میگم، به خاطر از اینکه 70% از اطراف ما را پلاستیک استفاده میشه، از موبایل گرفته تا فرنیچر تا تلویزیون، کامپیوتر، هر چیزی که کت خود داریم. ما هم صرف در محدوده خرید پلاستیک میگم، با احترامی که به مهندسای محترم دارم، دوست خوبم، بدیل پلاستیک زمانی که ما سیاست های تشویقی رو بس میکنیم، در سیاست های تشویقی صدا کتاب وجود داره که آدم دو باید مطالعه بکنه که چطور میتونه سایر کشورها چطور تونسته بدیل ارائه بکنه. یکی بایو پلاستیک است که اکثر کشورهای جهان، یعنی ریشش بیولوژیکی است، ریشش از مواد عضوی ساخته شده. اینو خدمت شما بگم، بایو پلاستیک با توجه به اینکه کم قیمت است، دقیق میگن او قیمتش بلندتر تمام میشه، او باید بر از او سیاست های مالیاتی تشویقی در نظر گرفته شود، با مفهوم از این که وقتی که این میایه هم نظارت درون‌زایی داشته باشیم، هم نظارت از سرداد نظارت جدی داشته باشیم. زمانی که پلاستیک ها میایه ما 300% مسئولش میکنم، زمانی که کس کاغذ تولید میکنه برای نان و ما، او را به هیچ عنوان مالی ازش نمیگرم، خود بیلانس جور میکنه. مسئله عرضه و تقاضا یک بحث کلان اقتصادی است که خودتان میدانین، هر قدر که تقاضا پایین بیایه عرضه هم طبیعتا خود کاهش پیدا میکنه. به ارتباط بدیل از این، در کنار از این که اونمو خریده های تکیی است، ما از طرف تسهیلات جانی محیط زیست پروژه های کوچکی داریم که بر افرادی که در این راستا کار میکنن پایدار کمک بکنیم، و همچنان سیاست های مالیاتی رو بگیریم که زباله زایی که داره یک مواد و امتیاز و اساسی و تجهیزات از توریدش جلوگیری کنیم، یا با بلند بردن مالیات ایده تولید بکنیم و این پول مالیاتی رو بیاریم در بودجه سبز برای آگاهی مردم، برای ذهنیت سازی و برای تشویق تجاری که زباله زایی نداره یا انوایرمنتال فرندلی است، افراد هستن که دوستدار محیط زیست هستن، ما به ایران کمک بکنیم. ما مطمئن هستم در طی 5 سال ما هم چو برنامه را میتونیم. به عنوان راهکار عملی فکر میکنین راه علاج از این که ما یک محیط زیست سالم داشته باشیم، حداقل که به شکل 100% شاید امکان نداشته باشه، حداقل بتونیم که محیط زیست بهبود ببخشیم، راه های عملی چی است؟ خب ما دو تا آسیب داریم در افغانستان، آسیب شناسی که ما کردیم. یکی کمبود آگاهی مردم است، هر قدر که میشه از روزنامه‌های مختلف حتی در جهان دیگه میگن که از زمان کودکستان باید با طبیعت اطفال آشتی داد، وسایل کودکانه را برایشان به شکل طبیعی داد. از زمان مکتب ما از صنف 3 شروع کردیم که میتونه یک انقلاب فکری را در نسل های بعدی به وجود بیاره، و دیگه نبود هماهنگی است و فساد گسترده اداری، نبود هماهنگی ادارات، اینا همه چالش هایی هست که در صورتی که در زدودن همچو عوامل همچو پدیده های منفی ما مبارزه بکنیم، ما مطمئن هستم و ما سر از این برنامه در صورتی که حکومت افغانستان ما را حمایت بکنه و ادارات امگام در خاطر تطبیق همچو برنامه که صورت گرفته و برنامه بسیار میاری هست، در تطبیق از یک سایر شرکای سکتوری ما همراه ما همکاری بکنن، ما مطمئن هستم ما موفق هستیم. در غیر از او اگر همکاری نکنیم، چیزی را که مهندسای محترم میگه دقیق میگه. تشکر آقای هوشمند. در کنار موارد را که آقای کاظم اشاره کردن، غرس نهال و ساختن ساحات سبز چقدر میتونه راه حل باشه؟ تشکر میکنم. به خاطر یک محیط زیست سالم، من فکر میکنم که بر لوازی که غرس نهال و ساحات سبز، زیرساختای شهری بسیار یک بحث عمده و اساسی است. ساخت و ساز سیستم کانالیزاسیون، سیستم نلدوانی به خاطر تهیه آب، ساخت و ساز سرک ها، بدیل خانه های خامه به خانه های پخته که از خاک باد اینا جلوگیری بکنیم، کنترل سرحدات، جلوگیری از قاچاق مواد بیکیفیت و واردات مواد بیکیفیت، این تمامش میتونه که به محیط زیست، یعنی
فایده داشته باشه و ما بتونیم یک محیط زیست سالم و آری از هر نوع آلودگی داشته باشیم. در کنار از یا قسمی که قبلا گفتم، همکاری مردم شرط اول و اساسی است در داشتن یک محیط زیست پاک و سالم. تشکر آقای علوی، میخوایم به نتیجه گیری شما هم داشته باشیم. در کنار موارد که آقای همایون و آقای هوشمند اشاره کردن، شما روی کدام موارد بیشتر دارید؟ خدمت شما عرض کنم، اگر شما میخواین یک محیط زیست سالم و پویا داشته باشیم برای زندگی، یک مقدار راجع به دیدگاه شما خوب است که روشن باشه که چی دیدی نسبت به محیط زیست داریم. محیط زیست منهای بستر و زمینه تمام امورات روزمره زندگی و معیشت و موضوعات انکشافی اگر مطرح باشه، شما ای یک خط استراتژیک به شما میده که چگونه چه دیدی نسبت به محیط زیست خود داشته باشین و چه انتظاری از محیط زیست خود داشته باشین. برای داشتن یک محیط زیست سالم و پویا که بتوان از زمینه دوام و پایداری زندگی، انکشاف و امرار معیشت داشته باشه، شما در قدم نخست نیاز به ای دارین که یک همخوانی و همگرایی بین تجارب علمی و تحقیقی و زندگی روزمره مردم پیدا کنی که اینا یک جای بتانن راه حل را جستجو کنن و کار کنن و نقش هم امور روزمره مردم در کنار تجارب علمی و تحقیقات و مسائل علمی و راه حلایی که همکارا ذکر کردن، راه حلای بسیار نوآورانه و مفید ممکنه باشه، اما هر کدام از این راه حلا در غیاب دیدگاه روشن و پذیرش از طرف مردم و در غیاب یک آگاهی در بین مردم به تنهایی بسیار مشکل است که موفق شود. و اگر ما شما بتانیم آگاهی و پذیرش مردم با این مسائل یک جای بسازیم و زمینه از این یک جای شود که پیدا شود که مردم و ارگان‌های مسئول و ارگان‌های علمی و تحقیقاتی یک جای کار بکنند برای داشتن یک محیط سالم و پویاتر، قطعا این نتیجه بهتر و مورد توقع را خواهد داشت، هم برای موارد انکشافی و هم برای کنترل و مدیریت بهتر موارد سو و آلودگی هایی که بعداً به وجود میاد. اما این را فکر میکنین که در نبود یک راهکار منظم حکومتی قابل تطبیق باشه که ما دو تا دیدگاه را بتانیم بینشان توازن ایجاد کنیم؟ بسیار مشکل است که شما در غیاب یک راهکار منظم بتانی به این نتیجه برسی، یا حداقل میتونی بروشنی دعا کنی که نتیجه شما بسیار ضعیف میتونه باشه. با وجود از این، حتی در مسائل محیط زیستی، چون موضوعات هر روز و روزمره زندگی است، حتی در غیاب یک راهکار، یک پالیسی منظم دولتی هم این مانع نباید شود که مردم فکر کنند که چه باید بکنند، یا هوشمندانه تر فکر کنند نسبت به زندگی روزمره خود، نسبت به مسئولیت هایی که یک فرد داره جدا از یک پالیسی یا استراتژی کلان ملی. مانع نمیتونه باشه، ولی قطعا موافق با شما هستم که اگر یک پالیسی و استراتژی کلان ملی و هدفمند و منظم باشه، نتیجه بهتر گرفتن میتونیم. اما مردم قطعا این را باید درک کنند که نبود یک پالیسی و یا خالیگاه ها در انجام وظایف دولتی را بهانه به این نسازند که نقش خود فراموش کنند. تشکر آقای ابراهیمی. به عنوان پرسش اخیر و جنبندی شما را میخواهیم بشنویم که به نظر شما راهکار اصلی و علاج چی است؟ خب در کل معضله محیط زیستی یک معضله بسیار بزرگ است. در این راستا بدبختانه دولت مردای ما در این قسمت به این پروژه های محیط زیستی اولویت نمیتن، چون در کشور ما فعلا اولویت امنیت است، اولویت اقتصاد است. بسیار چالش های بزرگی داریم که ما دولت مردای ما در این قسمت در پروژه های محیط زیستی اولویت نمیتن و در این قسمت بودجه کافی به خاطر تطبیق پروژه های محیط زیستی اقتصاد داده نمیشن و همچنان عدم موجودی همکاری و هماهنگی ادارات زیربط است که در این راستا باید یک هماهنگی کامل و مشارکت مجموعی شهروندا و ادارات زیربط باید در این قسمت با وجود بیاید. بدون هماهنگی، مشارکت و حمایت کلی دولت مردا، این مسئله محیط زیستی یک مسئله بسیار بزرگ است که نیاز به بسیار بودجه بسیار انگفت نیاز است و همچنان به پروژه بسیار بزرگ باید در این راستا باید تطبیق شود. سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و همچنان بیننده های عزیز از شما هم تشکر که تا این دم بیننده برنامه دیدگاه بودند. تا برنامه بعد، الله نگهدار.